گرفت، یه سرش برد یه سرش باخت. چجوری پیدا کردی؟ چه میپرسی واسه چی پیدا کردم؟ به خوزت نخواسته که جعفر خیلی خوشمندی به برنامه شبتون بخیر. ماجرای نیمروز دو به نظر میرسه که در واقع اگه قرار هست کسی این فیلم رو ببینه باید حتما ماجرای نیمروز یک رو دیده باشه تا برخی از شخصیت های فیلم براش در واقع جا بیفته. اینطور به نظرتون؟ آره، این مشکل اساسی فیلم دقیقا همینه، یعنی وابستگی تام و تمامی به فیلم اول یا ماجرای نیمروز داره که اگر اون رو ندیده باشه طبیعتاً در درک روابط شخصیت ها و اتفاقات فیلم مخاطب ناتمام و ناکام خواهد. یکی از مشکلات فیلم دقیقا همینه و فیلم از این نظر دوچار مشکل هست، نمیتونه هویت مستقلی داشته باشه و از این نظر دوچار ضعف فیلم نامه است. فیلمساز خیلی متکی به این بوده که احساس کرده که حتما مخاطب فیلم یک رو دیده که حالا قرار است وارد فیلم دو بشه، به همین خاطر فیلم از این جای شروع میشه که اگر مخاطب فیلم یک رو ندیده باشه بسیاری از روابط پرداخت شخصیت ها و اتفاقات توی فیلم طبیعتاً براش گنگ و نامفهوم خواهد و این نقطه ضعف بزرگ فیلم هست. و اگر قرار باشه که طبیعتاً یک تریلوژی شکل بگیره که فکر میکنم با پایان بازی که رد خون داره این احتمال هست که فیلمساز داره پروژه سوم این تریلوژی رو انجام میده، طبیعتاً باید این مشکل رو سعی کنه که رفع کنه. در فیلم بعدی حتما باید به این نکته توجه داشته باشه که بایستی هر فیلم هویت مستقل خودش رو داشته باشه و داستان خودش رو. الان فیلم تقریبا به یه مینی سریال یا اپیزودهایی از یک سریال شبیه شده که شما حتما ضرورت داره اپیزود اول رو دیده باشید تا بتونید اپیزود دوم رو درک کنید و این مشکل بزرگی هست که توی فیلمنامه ردخون وجود داره. موقعی که فیلم ایستاده در غبار ساخته شد، یعنی تصور بر این بودش که به هر حال مثلا آقای مهدویان یک آن کارگردانی هستش که میشه بهش امیدوار بودش که تو ساخته‌های بعدی این خلاقیت و ایده‌ای که در اونجا خرج کرده رو ببینه، ولی به نظر میسه ردخون در واقع به یک شکلی تنبلی کارگردان هستش تو پرداختن به شخصیتاش و کار کردن روی فیلمنامه که میخواد قسمت دوم باشه. آیا فیلمنامه به نظرت فیلمنامه کاملی بود یا نه؟ مهدویان تکنسین خیلی خوبیه، خیلی سینما رو خوب میشناسه و میدونه داره چی کار میکنه، مسیر حرکتش هم خیلی خوب هدف گذاری کرده و داره خوب پیش میره. مشکل اساسی که الان توی این فیلم یعنی ردخون وجود داره اینه که ذهنیتش کاملا معطوف به اون اطلاعاتی بوده که توی فیلم اول داده و اومده از اونجا شروع کرده، از ادامه فیلم اول شروع کرده و فیلمنامه رو بقیهشون نوشته و این مشکلی هست که برای مخاطبی که در مواجهه اول با ردخون اطلاعات کاملی از شخصیت‌ها نداره، درگیر به اصطلاح روابط گنگی میشه که نمی‌فهم اینا از کجا اومدن و داره چه اتفاقی توی فیلم میفته. مشکل توی فیلمنامه است. کارگردانی توی تقریبا تمام کارهای مهدویان شست و رفته و ترتمیزه، خیلی خوب و هوشمندانه در حرکت میکنه، جنس سینما رو میشناسه، پابندی ها رو میدونه، حرکت دوربین ها و میزانسن هایی که چیده خیلی خوبه. و ولی از این نظر که به هر حال حالا توی این نسخه یعنی توی ردخون توی دومین فیلم ماجرای نیمروز مشکل فیلم هم وجود داره، این نقطه ضعف بزرگ فیلم هست. شخصیت ها پردازش میشن اما نمیفهمیم که چگونه، شخصیت های زیادی وارد فیلم میشن که ممکنه کمکی به روند فیلمنامه نکنه و نقطه ضعف فیلم توی این بخش هست. توی بازیگر مشکلی نداره، تدوین فیلمبرداری تقریبا خیلی خوب پیش میره، ولی مشکل اساسی همین فیلمنامه است که حالا اگر فرصت بیشتر بشه دربارهش میتونیم بیشتر صحبت کنیم. در ادامه فیلم تحسین شده ماجرای نیمروز پس از 7 سال پیگیری یک پرونده ناتمام. حواست نیست ما از سال 60 دنبال ایناییم، همه شما یه جا داریم. عباس داری با دو سال اینجا برای دلمون بود نفهمیدی من شما نفتی من کیم؟ نه من موسا خیابانی رو زدم میفهمی؟ ببینم مشکلی که باید پیش نمیدیم اینجا ابراهیم جنگ کار ما نیست، بر سراغ اطلاعات. ماجرای نیمروز رد خون به زودی در سینماهای سراسر. من احساس کردم موقعی که فیلمو دیدم مثل اینه که کارگردان با بازیگرای قسمت اول به یک شکل رو درواسی داشته و خواسته در قسمت دوم هر طوری که شده از اونها استفاده بکنه. تعدد شخصیت هایی که فقط در واقع تیتوار میان داخل فیلم ولی هیچ نقشی ندارن، در واقع مثلا حالا دو نقش مثلا محسن کیایی و نقش جواد عزتی بازی میکنه، یه مقدار بیشتر پرداخته شده، مابقی یه مقدار ول هستن.
از یک جایی هم چون قرار بودش ردخون در واقع یکی از ماجراهای تاریخ معاصر ما رو در واقع بهش بپردازه، در واقع از نیمه‌های فیلم دیگه ول میشه و قصه یک فضای اجتماعی خانوادگی رو به خودش میگیره. قبول داریم نکته رو؟ من فکر می‌کنم مشکلی که الان داریم در باره صحبت می‌کنیم از این به وجود اومده که قرار بود مثلا ماجرای نیمروز فیلم مستقل باشه، بعد به این فکر افتادیم که خب حالا میتونیم ادامهش بدیم و طبیعتاً یه سری شخصیت‌ها اضافه شدن به فیلم، یه سری شخصیت‌هایی که حالا مثلا سرنوشتشون توی فیلم اول مشخص نشد اینجا وارد داستان میشن و بالاخره فیلمساز مجبوره که به اینها یه فضایی رو اختصاص بده توی فیلم که اینها کارکردی داشته باشن، نمیتونه رهاشون کنه، نمیتونه ندیدشون بگیره. و مثلا اینه که اینجا این شخصیت‌هایی که حالا توی فیلم اول هویت چندانی نداشتن، قرار بوده نقش حاشیه‌ای باشن، اینجا تقریباً یه نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کنن و سرنوشت فیلم رو تقریبا به سمت و سوی یه فیلم خانوادگی میکشونن، هرچند اون تم سیاسی و تهمایی به اصطلاح سیاسی فیلم رو نمیشه ندید گرفت. اما اگر بخوایم وارد شخصیت ها بشیم، یه مقدار جدی‌تر به این شخصیت های فیلم حالشون بحثش هست، ورود پیدا کنیم، یه تیزهوشی تو طراحی شخصیت ها هست که مهدویان توی فیلمنامه به کار برده و اون این است که اجازه نمیده مخاطب چیزی بیشتر از اون چیزی که اطلاعاتی که فیلمساز داره بهش ارائه میده بدونه و وارد زندگی یا روحیات یا ذهنیات شخصیت های فیلم بشه. یک محدوده رو کامل مشخص میکنه و بر اساس همون چارچوبی که مشخص میکنه اجازه میده اطلاعاتی به مخاطب ارائه بشه. مخاطب چیزی جز پذیرفتن اون اطلاعاتی داره داده میشه، راهی جز اون پذیرفتن اون نداره و این نقطه ضعف حالا یا نقطه ضعف فیلمنامه محسوب میشه از یک سو، از یک سو هم تیزهوشی فیلمنامه‌نویس و کارگردان هست که اینقدر هوشمندانه مسیر حرکت مخاطب رو حتی از نظر ذهنی طراحی کرده. شما شخصیت هایی که مثلا توی فیلم هست، صادق، شخصیتی که جواد عزتی نقشش رو بازی میکنه، یا شخصیت های اصلی فیلم که قرار هست مثلا شخصیت های مثبت فیلم باشن، احساس همزادپنداری کنه، مخاطب باشون همراه بشه، عملا به گونه طراحی شدن که راه هر نوع حرکت رو میبنده. شما با شخصیتی مثل جواد عزتی اصلا نمیتونید کنار بیاید، نمیدونید این شخصیت مثبت یا منفیه. یعنی اینقدر پیچیده طراحی شده، در سکانس های حرکت هایی داره یا توی منش و رفتار و گفتارش به گونه طراحی شده که مخاطب نمیدونه تکلیفش با این شخصیت چیه، این شخصیت مثبت فیلم منفیه. اون میمیکای چهره، اون لبخندی که میزنه، دقیقاً این حتی توی همین دو تا شخصیت اصلی که به اصطلاح حالا کیایی و چیز بازی میکنن نقشش رو وجود داره، ما ارتباطمون با این دو تا شخصیت رو نمیتونیم تعریف کنیم، نمیدونیم باید دوستشون داشته باشیم یا ازشون باید اینا نقش منفی فیلم هستن یا نقش مثبت فیلم، چون در بعضی از لحظات عملکرد کاملا خودسرانه و مستقل از هویت سیاسی یا اجتماعی یا به اصطلاح کارکردهای تعریف شده برای خودشون تو اون چارچوب کاریشون دارن، و از یه طرف دیگه کاملا هویت مستقلی دارن، اسلحه‌ای رو برمی‌دارن که برن شخصیت رو بکشن، شخصیت اصلا جزء به اصطلاح عملکردشون از نظر سیستماتیک یا اداری نیستش. و این فکر میکنم که حالا یه بخشیش اون هوشمندی فیلمنامه نویسه که قشنگ یه چارچوبی رو طراحی کرده که مخاطب ذهنش طرف جایی نره. و البته میگم که اگه بخوام رگ و ریشه این شکل سینما یا این شکل ورود به فیلمنامه رو بررسی کنیم، باید به یه سری چیزهای دیگه پشت این فیلم و فیلمهای دیگه که مهدویان ساخته بعد بهش نگاه کنیم، جریانی که سرمایه گذاری میکنه روی این فیلم ها و هدفش این است که یه روایتی از تاریخ سیاسی این مملکت ارائه کنه توی برهه های خاص. 3 داشتی اشاره میکردی به بحث کسایی که در واقع سرمایه گذاری میکنن، چرا سرمایه گذار وقتی که مثلا ماجرای نیمروز یک رو میسازه و همین اقبال عمومی رو باش مواجه میشه بهش راضی نمیشه و باز سعی میکنه باز سرمایه گذاری کنه، و مثلا ماجرای نیمروز دوی رو میسازه که به هر حال مخاطب خیلی مثل ماجرای نیمروز یک راضی نیست؟ این بحث سرمایه گذاری روی این چنین فیلم هایی به نظرم بحث جدی و مهمی است. اینکه چگونه یک فیلم سازی، یک جریان اجازه پیدا میکنه وارد مستندسازی یک بخش از تاریخ این سرزمین بشه؟ آیا این فرصت برای همه فیلم سازا فراهمه که بتونن وارد این جریان بشن، روایت خودشون از اتفاقات سیاسی تاریخ این سرزمین ارائه کنن یا نه؟ وقتی که این چنین نگاه میکنیم ببینیم که گویا مثلا یک مسیری طراحی شده، یک فیلمسازی استخدام شده، من این رو
مهدویان رو یه استخدام شده میبینم که داره هوشمندانه داره فیلم میسازه و اون جریان هم هوشمندانه داره براش فضا ایجاد میکنه، سرمایه در اختیارش قرار میده، نیرو و امکانات، تدارکاتی که توی این فیلم به اصطلاح ماجرای نیمروز دو رد خون وجود داره، خب طبیعتاً در اختیار ممکن خیلی از فیلم‌سازان سینمای جنگی ما وجود نداشته باشه، در اختیارشون قرار نمیگیره و این خب حالا یه بخش مثبت داره، بخش منفی. اینکه یه جریانی داره مصورسازی میکنه، تصویر میکنه یه بخشی از تاریخ سیاسی این سرزمین رو که واقعا نیاز داره که این اتفاق بیفته. اما آیا ما فقط باید قائل باشیم که فقط همین یک روایت رو داشته باشیم از این اتفاقات، از این روایت های سیاسی، یا نه این امکان برای دیگر فیلمسازان هم فراهم میشه که وارد این جریان بشن، روایت خودشون رو بیان کنن؟ حالا اینجا بستگی به قول معروف شرایط سیاسی اقتصادی اجتماعی جامعه ما داره که خب متاسفانه ممکنه این شرایط رو برای بسیاری از فیلمسازان فراهم نکنه بخوان طرح دیدگاه کنن. و یکی از مشکلاتی که حالا یا مسائلی که در باب ماجرای نیمروز یک و دوش وجود داره همینه که احتمالاً باید منتظر نسخه سوم این فیلم هم باشیم و ببینیم سرنوشت حالا این دو تا شخصیتی که توی ردخون تقریبا رها شد، یه پایان بازی براش طراحی شده که احتمالاً اینها سرنوشت خودشون و به اصطلاح شخصیت زن فیلم رو احتمالاً توی قسمت سوم گره‌گشایی خواهد کرد. به عنوان سوال آخر، کدوم بخش رو شانس سیمرغ می‌دونید شما توی این فیلم؟ توی فیلم بله. بازی خوبه به نظر من، خیلی خوبه، فیلم برداری خیلی خوبی داره، تدوینش هم فارغ از اون سکانس هایی که میگم مشکل فیلمنامه است و تسری پیدا کرده به تدوین، ریتم خوبی پیدا کرده، جلوه های بصریش هم چون مثلا یه سری فضا سازی های قدیم رو با فضای جدید ترکیب کرده بودن. خب مهدوی نشون داده تو چند تا کار قبلیش که خیلی خوب میشناسه فضا رو و این امکاناتی برای بازسازی فضای قدیمی هم چون در اختیارش هست و خیلی خوب اون لوکیشن ها رو بازسازی کرده، استفاده از امکاناتی که در اختیار داشته خیلی خوبه و فیلم متاسفانه فقط از این ضربه میخوره که مدام داره قیاس میشه با فیلم اول و طبیعتاً این متول بودن داستان و فیلمنامه و کشدار بودنش یه مقدار ممکنه برای مخاطبی که فیلم اول رو دیده در فیلم دوم ضربه زننده باشه و چندان جذبش نده. خیلی ممنون، متشکرم آقای جعفری که لطف کردین برای ما شرکت کردین. ممنونم. بچه های اسپشیال ما از اینجا یه انتشار بزرگ میزنیم.